بچه چطورین؟ حالتون خوبه؟ خیلی مخلصیم، خیلی دوستتون داریم. امروز اومدیم راجع به درآمدزایی از طریق زنبورداری رو بهتون توضیح بدم، اینکه از چه راهی میشه درآمدزایی کرد و یه راست میریم سراغش چون خیلی بزرگ زیاده. اولین راه درآمدزایی از زنبور عسل تولید عسل و فروشش دوستان، یکی از راحت ترین ها و ساده ترین هاست. توی بقیه راه ها میتونین شما عسل رو تولید کنین به مراتب، خب اصولا یا با تغذیه، نیمه تغذیه یا با کوچ میتونین عسلتون رو تولید کنین و به فروش برسونین و اصولا بتونم به طور میانگین بهتون بگم یک کندوی 2 تا 3 طبق میتونه هلوش 10 تا 12 تا 15 کیلو بهتون عسل بده و شما برای اینکه بخواید به یه سوددهی مناسب و به یه بازدهی مناسب برسین حداقل کم کمش باید 1.5 تا 2 تومن از هر یه دونه کندو شما بتونین درآمد کسب کنین تا این یک سوددهی مناسبی داشته باشه، علاوه خرج هایی که داره و شما هزینه ها و استهلاک هایی که در طول سال باید واسه یک زنبوراتون بپردازید. اولین راهش پس تولید عسل بود. دومین راه شما میتونید با تکثیر زنبور، یعنی با تکثیر تعداد کندوهاتون، یه درآمدزایی جداگونه کنار عسل داشته باشین. به نظر من بهتر از فروش عسله، درآمدش خیلی بهتره و سوددهی بهتری داره. شما میتونید یک لاین ملکه درست حسابی، یک لاین نژاد زنبور عالی داشته باشین و از اون تکثیر کرده و با تکثیرش یک کندوی کامل مثلا حدود 5 تا 10 قابی با قیمت‌های متفاوت و الان قیمت‌های عالی هم توی بازار هستش میتونین به فروش برسونین، یکی از راه‌هاشه. دومین راه شما میتونین با تکثیر خود ملکه این درآمد رو کسب کنید، که البته نیاز به یک آموزش‌های ریزی داره که شما باید ببینین و بتونین باش ملکه رو تکثیر کنین و البته شما نیاز به یک نژاد کامل و عالی دارین، یعنی یک نژادی که اول خودتون استفاده کنین ببینین بازدهی چطوره و ازش شروع کنین به تکثیر و با تکثیر اون شما بتونین به فروش برسونین ملکه‌ها رو و یک درآمد عالی رو کسب کنین که خیلی از دوستان عزیزمون، خیلی از همکارامون الان توی این حرفه دارن فعالیت میکنن، کل تمرکزشون رو گذاشتن سر این حرفه و دارن با ملکه، با فروش ملکه بیزینس میکنن و فوق‌العاده راضی هم هستن. سومین راه، در کنار عسل شما میتونین تولید ژل رویال بکنین. تولید ژل رویال که امروز خیلی معروف شده، خیلی دیگه بولد شده و توی سایت ها، توی صفحات مجازی شما میبینین. ما حتی روش تولید ژل رویال هم به صورت کاملا رایگان توی سایت، توی یوتیوب گذاشتیم، شما میتونید ازش استفاده کنید و برای تولید ژل رویال اقدام کنید. درآمد خوبی داره، ولی خب شما باید توی ویدیو کامل توضیحشو دادیم که چه شرایطی رو باید شما ایجاد کنین. شما دیگه نمیتونین از اون کندو واسه برداشت عسل استفاده کنین، نمیتونین از اون کندو تکثیر کنین و کلا کندویی که واسه ژل رویال میذارین کلا میره واسه ژل رویال. و همچنین اینو بهتون بگم، یه چیزی هلوش 5 تا 6 برابر عسل بازدهی داره دوستان، یعنی شما میتونین با 2 تا کندو تولید ژل رویال به اندازه 4 تا 5 تا کندو عسل درآمدزایی کنید و این خیلی سودش خوبه. میتونید بهش نیم نگاهی رو داشته باشین. یه زنبور الان داره سر من داره میچرخه برم. یکی دیگه از راهاش که در کنار عسل و بدون آسیب زدن به خود کندوها میتونید ازش استفاده کنید، بهترین راهش گرده گله، فروش گرده گل. یعنی شما میتونید با جمع‌آوری گرده گل اونو به فروش برسونید و قیمت عالی داره. البته فصل داره بیشتر، یه حالتی که داره شما اگه بتونین کوچ بدین، یعنی میتونین کل فصل زنبورداری تابستون و بهار رو گرده برداشت کنین و به فروش برسونینش و برداشت گردم شما میتونین یک نژاد گرده آور داشته باشین توی کلونیاتون و ازش تکثیر کنین و از اون راه گرده بهتری و بیشتری رو برداشت کنین. دیگه راه‌های متفاوت دیگه است. یکی از راه‌هاش راه خود ما، تولید محتوا. یعنی شما میتونید با تولید محتوای زنبورداری، آموزش زنبورداری و تولید محتوا جدا از همه دوستان. آموزش زنبورداری به صورت تئوری و عملی و به صورت حضوری هست و آموزش زنبورداری به صورت آنلاین و همچنین تولید محتوا در صفحات اجتماعی و سایت‌های مثل یوتیوب و خود سایت خودتون. این هم یکی از راه‌های درآمد زنبورداری هستش.
یکی دیگه از راه‌ها که خیلی از دوستان یه ذره کمتر بهش دیدیم، چون الان اتفاقاً هستن شرکت‌های زیادی هستن دارن این کار انجام میدن، تولید وسایل زنبوروری دوستان. یعنی شما میتونید با داشتن یه درآمد خاص و استفاده از ابزارات بتونید ابزاراش رو واسه خودتون تهیه کنید و وسایل زنبورداری رو بفروشین دوستان، مثل لباسش، مثل خود کندوها، مثل قاب‌ها و انواع اقسام، مثل حالا کارهای تخصصی تر مثل تولید ملکه، وسایل تولید ملکه و تولید ژل رویال و پیوند و اینها. و الان شرکت هایی هستن که حتی اینا رو به صورت عمده درست میکنن و میتونین شما ازشون تهیه کنین و شما یک عامل فروش این وسایل باشین و خودش به نظر من یک درآمد خیلی عالی رو میتونه داشته باشه. من الان دیگه خیلی راه ها رو گفتم، راه دیگه هم هست اسلام جان؟ آره دیگه، دقیقاً. حالا من اتفاقاً یه دیگه تعداد دوستان به صورت تخصصی تر میان تولید محتوا میکنن، به صورت مثال فقط کارشون میره روی تولید محتوای مثلا تولید ملکه یا تولید ژل رویال. این دیگه بستگی به شما داره که کارتون رو به صورت تخصصی توی یکی از زمینه‌های زنبورداری یاد بگیرین و اونو به بهترین نحو ممکن ارائهش بدین. یعنی شما میتونین با یادگیری یک شاخه از زنبورداری، یک شاخه از کارهای دیگه، این رو به صورت علمی‌تر و حرفه‌ای‌تر ارائهش بدید و شما بشین برند اون شاخه از زنبورداری و بتونین باهاش کسب درآمد کنین. یکی از راه‌های دیگه که نیاز به یک کوچولو تخصص داره و درآمد فوق‌العاده‌ای دیگه داره، فروش زهر زنبور عسل. دوستان اینو یادم رفته بود بهتون بگم، نیاز به وسیله داره، درسته یه هزینه‌ای داره، اما نیاز فروش زهر زنبور عسل فوق‌العاده سود بالایی داره و اینکه در این حال استهلاکش هم کم نیست. من تحقیقاتی راجبش کردم، استهلاکش هم کم نیست، ولی به جاش یک بازگشت پول عالی رو براتون میتونه داشته باشه. به این هم میتونین یه نیم نگاهی داشته باشین، البته دوستانی که زنبورداریشون کلونیاشون دور از جاهای مسکونیه، یعنی دور از خونه است، دور از جای مسکونیه، میتونن باهاش تولید زهر کنن، وگرنه خطرناک میتونه باشه. خیلی مخلصیم، خیلی دوستتون داریم. شما هم اگه راه دیگه غیر از اینها انجام دادین و بلدین، میتونین زیر همین ویدیو کامنت بذارین و به بقیه بچه ها بگین. خیلی دوستتون داریم، مخلصیم، خدا نگهدار.